فرانسوی ها امروز یک شنبه برای اولین بار پس از حملات مرگبار پاریس در انتخابات منطقه‌ای به پای صندوق‌های رأی رفتند تا اعضای شوراهای مناطق را برگزینند انتخاباتی که احتمال داده می‌شود با پیروزی راستگرایان افراطی شگفتی به همراه خواهد داشت عملکرد دولت فرانس و اولان رئیس جمهوری در مواجهه با حملات خونین 13 نوامبر پاریس هرچند 3 درصد بر محبوبیت وی افسوده اما بر اساس نظرسنجی ها بیش از 23 درصد آرا را برای حزب حاکم سوسیالیست وی به ارمغان نخواهد داشت و این حزب در رده سوم قرار خواهد گرفت انتظار میرود حزب راست میانه جمهوری خواهان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری سابق با کسب حدود 29 درصد آرا در رده دوم قرار گیرد اما بخش اول انتخابات با حزب راستگرای افراطی جبهه ملی مارین لوپن خواهد بود راستگرایان افراطی فرانسه احتمالا خواهند توانست کنترل حداقل دو ناحیه فرانسه را به دست گیرند مارین لوپن رهبر حزب در ناحیه نقطت کل پیکاردی در شمال و خواهرزاده جوان وی ماریون مارشال لوپن در پرووانس آلپ در جنوب فرانسه وی جوانترین نماینده است که به پارلمان فرانسه راه یافته است شوراهای نواحی فرانسه در اموری همچون آموزش و اقتصاد از قدرت زیادی برخوردار هستند دوره دوم انتخابات منطقه‌ای برای برگزیدن نمایندگان 13 ناحیه فرانسه برای یک دوره 6 ساله تات تدابیر شدید امنیتی یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.